امروز میخوام در مورد جزئیات گرفتن و تمدید پاسپورت توی کشور ایران براتون صحبت کنم. همونطور که میدونید مدت اعتبار گذرنامه توی کشور ما 5 ساله. اما چیزی که مهمه اینه که برای سفرهای خارجی پاسپورت ما باید 6 ماه تا 1 سال اعتبار داشته باشه. مدارکی که برای تمدید گذرنامه لازمه اصل و کپی شناسنامه، اصل پاسپورت قبلی و یک قطعه عکس بیومتریک و یک سری مدارک مهم دیگه است که توی کپشن بهش اشاره شده که بعد از آماده کردن مدارک میتونید به دفتر خدمات قضایی و یا اداره گذرنامه برای درخواست تمدیدتون مراجعه کنید. اما یکی از موضوعاتی که این روزا دغدغه بسیاری از آقایون توی کشور ماست اینه که آیا کسانی که مشمول خدمت سربازی میشن قادر به دریافت پاسپورت هستن یا خیر. در ایران وقتی آقایون 18 سالشون میشه باید جهت خروج از کشور اقدام کنن، البته مشروط به اینکه غیبت از خدمت نداشته باشن. گرفتن گذرنامه برای افرادی که مشمول هستن یه مقدار متفاوته و طبق شرایطی از جمله پرداخت وثیقه به بانک مجاز به خروج از کشور میشن. این مبلغ تا زمانی که افراد به کشور برگردن در بانک بلوکه میشه و در صورت مراجعت فرد به کشور این مبلغ بهشون برگردونده میشه. افراد مشمول میتونن با در دست داشتن گواهی اشتغال به تحصیل و همینطور سند پرداخت وثیقه به سازمان نظام وظیفه مراجعه کنن تا سازمان نظام وظیفه با توجه به یگان خدمتی مشخص شده اجازه خروج از کشور رو برای اونها صادر کنن. افرادی که مشمول هستند اگر دیرتر از موعد به کشور مراجعت کنند اجازه خروج بین 6 ماه تا 1 سال را ندارند و از طرفی اگر به طور کلی برنگردند وثیقه اونها توسط بانک ضبط میشه. امیدوارم اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشتم براتون مفید بوده باشه. مثل همیشه با سیو و لایکاتون از ما حمایت کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.